به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان به مکتب حادی خوش آمدید عزیزان اگر در شروع کار یک شماره واتساپ به شما بیان میکنیم اگر سوالی دارید در رابطه با درس به شماره برای ما روان کنید شماره 2964 780, 255 چیل سزده می باشه اگر سوالی دارید با ما در این با این شماره در ارتباط باشید خب شاگردای عزیز در جلسه قبل ما در رابطه با تغییر فاز صحبت کردیم چند تا تغییر فاز هم گفتیم اگر یادتان باشه در رابطه با ذوب صحبت کردیم گفتیم اگر جامد بر اثر گرفتن حرارت به مایه تبدیل شود میگیم چی؟ میگیم اینجا عمل ذوب اتفاق افتاده اگر مایه به جامد تبدیل شوه انجماد میگفتیم دیگه سیسته؟ تبخیر گفتیم تبخیر چی بود؟ تبدیل مایه به گاز بود میعان گفتیم میعان تبدیل گاز به مایه بود دیگه اما در این جلسه یعنی جلسه پنجم قصد داریم دو تا تغییر فاز دیگرم هم دیگر هم با همدیگر بررسی کنیم اولیش در رابطه با تسعید صحبت میکنیم در ادامه در رابطه با تکاسف صحبت میکنیم و در آخر هم اثرات ناخالصی را با همدیگه مورد بررسی قرار میدیم پس با ما در این جلسه همراه باشید شایدای عزیز و نازنین تسعید چیه؟ تصعید یک تغییر فاز هست خب تعریفش چی میشه؟ میگه اگر جامد به طور مستقیم به گاز تبدیل بشه میگیم که تسعید اتفاق افتاده در اکثر مواد جامد به یک قسمه که وقتی ما به جسم جامد حرارت میدیم اول مایه میشه بعد به گاز تبدیل میشه سیسته؟ مثلا یخی معمولی رو شما دیدین دیگه وقتی شما حرارت میدین اول مایه میشه دیگه حرارت زیاد که کنین دیگه شروع میکنن به تبخیر شدن یعنی یک حالت میانی هم داره اما برخی مواد هستن که به طور مستقیم جامد به گاز تبدیل میشه دیگه سایسته بایی میگیم تسعید اما چه مثال هایی رو میتونیم در این رابطه بزنیم اولیش یخی خوشکه یخ خشک با یخ معمولی فرق میکنه یخ معمولی آبه که منجمد شده دیگه اما یخ خشک کاربون دای اکساید است که مایره ما منجمد کردیم دیگه شده یخ خشک یخ خشک از جمله موادیه که جامده دیگه و مستقیم به گاز تبدیل میشه خب هایی هم داره مثلا برای انجماد مواد غذایی ما از یخ خشک استفاده میکنیم یا برای تولید مه بخار در فیلم ها که هست شما میبینین از یخ خشک استفاده میکنن و خیلی کاربردهای های دیگه که شما در رابطه بازی تحقیق کنید شاگردای عزیز که چی کاربردهای های دیگه یخ خشک میتونه داشته باشه مثال دیگری که میتونیم در قسمت بزنیم نفتالینه نفتالین قرصای نفتالین شاید در خانه هم دیده باشین دیگه سایستا خب که برای یک ادویه زدی استفاده میشه از نفتالین ها دیگه و در خاک هم به عنوان سم برای دفع آفت ها استفاده میشه پس نفتالین یک ماده دیگه ای که مستقیما از جامید به گاز تبدیل میشه شما اگر قرص های نفتالین دیده باشید در خانه میبینین که مأمورو رو زمان کوچیک و تر میشه تا که ناپدید میشه این کجا رفت به گاز تبدیل شد دیگه پس تسعید میشه تبدیل مستقیم جامید به گاز دیگه خب اما تکاسف چیه؟ اگر گاز مستقیم به جامید تبدیل شود میگیم که چی شده؟ تکاسف اینجا اتفاق افتاده دیگه خب مثل چی؟ مثل برفک هایی که روی یختان ها تشکیل میشه اینا رو دیدین دیگه در خانه این برفک ها بر اثر تکاسف ایجاد شده یعنی گاز مستقیم به جامد تبدیل شده یا شما تیاره ها را اگه دیده باشین خیلی مواقع تیاره ها نگاه میکنید یک خط های سفیدی از پشت تیاره ها شما میبینید خب اینها چیه اینها همون بخارات آب است که بر اثر فشار و سرمایه که او بالا وجود داره به جامد یعنی به یخ تبدیل شده ساستا. پس چه اتفاق افتاد اینجا میگیم عمل تکاسف اتفاق افتاده پس ما تسعید و تکاسف با همدیگه یاد گرفتیم سعی شد اما یک مبحث دیگه ای را در کتاب شما مطرح کرده به عنوان ناخالصی خب ناخالصی چیه؟ اگر شما یک مقدار نمک یا یک مقدار بوره داخل یک ماده خالص مثل آب اضافه کنید میگیم ناخالصی ایجاد کردیم اینجا دیگه اولین تأثیری که قصد داریم بررسی کنیم اثر ناخالصی روی نقطه زوب مواد هست چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ شاگرده عزیز ناخالصی باعث پایین آمدن نقطه زوب مواد میشه خب یکی از کارایی های پایین آمدن نقطه ذوب بر اثر ناخالصی اینه که ما میتونیم برای شناسایی مواد از این استفاده کنیم مثلا یک ماده هسته ما نقطه زوش میدانیم از قبل که نقطه ذوبش چند درجه سانتیگراد هسته ما میدانیم حالا میخوایم آزمایش کنیم که این ماده که مثلا ما خریداری کردیم آیا این ماده خالصه یا ناخالصه یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که نقطه ذوبش بررسی کنیم سیسته حالا نقطه زو تعریفش چی بود یادتون هست نقطه زو در جلسات قبل تعریف کردیم دیگه گفتیم درجه حرارتی بود که در او درجه حرارت جسم جامد شروع به ذوب شدن میکرد دیگه پس اگر جسم ناخالص باشه در نقطه زو پایین میاد دیگه شما با مقایسه ازی میتونید بفهمید که جسم شما خالص هست یا ناخالص پس اولین تأثیری که میتونه بذاره اینه که باعث پایین آمدن نقطه زوب در مواد میشه خب مثالش رو میتونیم بزنیم در فصل سرما در زمستان شما میبینید که روی سرک که برف باریده خیلی جاها نمک پاش میدن خب چرا نمک پاش میدن؟ تا حالا به این قضیه فکر کردید؟ خب به این خاطره که نمک یک ناخالصی ایجاد میکنه دیگه و باعث میشه که نقطه زوب پایین بیای یعنی در کمتر از صفر درجه هم شروع به زوب شدن کنه این برف هایی که روی سرک ها هستن پس هم یک نقطه ای که ما استفاده میکنیم از ناخالصی اما تاثیر بعدی میخوایم ببینیم که ناخالصی روی نقطه انجیمات چه تاثیری داره آیا روی نقطه انجیمات باعث بالا آمدن میشه یا پایین آمدن نقطه انجماد میشه درست حد زدید ناخالصی باعث پایین آمدن نقطه انجمادی در مواد میشه صحیح خب به عنوان مثال شما آنتیفریز یا ضد یخ شاید دیده باشین که این را به عنوان یک ماده ناخالصی داخل رادیاتور موترها میرزن تا در فصل سرما در زمستان از یخ زدگی آب داخل رادیاتورها جلوگیری شود دیگه پس ایچی یک آنتیفریز یا یک زیدی یخ یک ناخالصی است دیگه که باعث پاینابندن نقطه انجما در مواد میشه خب پس ما این سوالات با همدیگه بررسی کردیم اما یک نکته که در پایان پایان این فصل میخوایم یاد بگیریم اینه که ما تغییر فازها رو با هم بررسی کردیم یاد گرفتیم تغییر فازها رو حالا میخوایم به یک سوال پاسخ بدیم او سوال اینه که حرارت چگونه باعث تغییر یک جسم از جامد به مایع و به گاز میشه حرارت چگونه این کار انجام میده خوب توجه کنید ما ساختار مواد گفتیم حالت های مواد بررسی کردیم گفتیم که در یک جسم جامد اگه شما نگاه کنید مالیکول ها کنار هم قرار گرفتن یک پیوند محکمی مستحکمی بین مالیکول ها قرار داره مالیکول ها سر جای خودشان تکان نمیخورن فقط یک حرکت احتزازی دارند دیگه سر جای خودشان ثابته حرکت انتقالی ندارن و بنابراین باعث میشه که جسم جامد ما شکل و حجم معینی داشته باشه خب اما اگر ما شایردای عزیز مایه رو در نظر بگیریم فاصله بین مالیکول ها در مایعات خیلی بیشتر از جامدایه و شما میبینید که مالیکول های مایه براحتی حرکت میکنن حرکت انتقالی دارن و مایه بنابراین شکل معینی نداره اما حجم معین داره شما مایه رو داخل هر ظرفی که بریزید شکل اما ظرف به خود میگیره اما در گازها وقتی بررسی میکنیم میبینیم که فاصله بین مالیکول خیلی زیاده پیوندشان ضعیف است دیگه سیسته؟ و اینا آزادانه حرکت میکنه پس گازها شکل و حجم معینی نداره حالا این سوال میخوایم بررسی کنیم حرارت چگونه باعث تغییر یک جسم از حالت جامد به مایع و گاز میشن خب برمیگرده به همین ساختار مالیکولی وقتی که شما حرارت میدین به این مالکولها، باعث میشه که مالکولهای جامد شاگردای عزیز انرژی پیدا کنن چقدر انرژی پیدا میکنن اینقدر انرژی پیدا میکنن که بتونن حرکت کنن حرکت انتقالی پیدا کنن از او پیوندهای محکم و مستحکمی که داشتن رها شوند وقتی که رها شدن آزادانه حرکت کردن و مایه تبدیل میشن انرژی رو بیشتر کنید حرارت بیشتر کنید میبینید که فاصله بین مالیکول ها بیشتر میشه آزادانه تر حرکت میکنن و از حالت مایه هم به گاز تبدیل میشن دیگه است؟ در آخری فصل شاگرد عزیز یک مرور دیگه داشته باشیم بر تغییر فازهایی که یاد گرفتیم ما سوال پرسان میکنیم شما سریعا جواب بدید به تغییر حالت از جامد به مایه چی میگن؟ زوب آفرین مایه به جامد چی میگن؟ انجماد آفرین جامد به گاز چی میگن؟ تسعید آفرین گاز به جامد؟ تکاسف خب اگر از مایه به حالت گاز تغییر حالت بدیم چی میگن؟ تبخیر اتفاق افتاده و گفتیم تبخیر چند نمونه؟ دو نمونه. تبخیر سطحی و غلیان که بررسی کردیم. از حالت گاز به حالت مایع بیاییم آن اتفاق می افتد. این حالت هایی بود که در تغییر فاز ما مورد بررسی قرار دادیم. خب به عنوان یک کار خانگی یک سوال برای شما در نظر گرفتیم. میگیم که ناخالصی بر نقطه غلیان چه تأثیری داره ما نقطه انجماد بررسی کردیم نقطه زوبم بررسی کردیم حالا شما این سوال برای ما جواب بدید که ناخالصی روی نقطه غلیان چه تاثیراتی را میتونه داشته باشه و جواب این سوال به شماره دو 780 255 برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز فصل اول ما خلاص شد تا جلسه بعد که ما وارد فصل دوم میشیم همه شما عزیزان به الله پاک مسباریم موفق و پیروز و سربلند باشید